سلام و درود بینندگان شبکه اوسیوی مرکزی. امروز 3 مارت است. در استودیو با شما فیروزی هایید برنامه خبری امروز را با سرخط چنین موضوع ها آغاز میکنیم. اینک توجه کنید. با وجود تقلب گسترده همه روزی غیر حزب سوسیال دموکرات ها پاسخ احزاب سیاسی به نتایج انتخابات پارلمانی. پارلمان نو 17 مارت تشکیل جلسه خواهد کرد. رئیس پارلمان جدید کی را تعیین خواهد کرد؟ تجمع فعالان تاجیک در اتریش، حزب الله شوالیزاده را به تاجیکستان نفرستید. رهبری حملگران به سیاحان خارجی در زندان تاجیکستان ناگهان درگذشت. بازداشت یک پنسیونر با اتهام آدم فروشی در دوشنبه. تاجیکستان ورود شهروندان 35 کشور را منع نمود و بعد چند ساعت از قرارش گشت. اما وزیر دستور داد که دانشجویان به مکاتب با نقاب طبی حاضر شوند و تاجیکان در تاشکند تحت قرنطینه گرفته شدند. سببش کرونا ویروس. از 63 کرسی مجلس نمایندگان 47 کرسی را حزب حاکم خلقی دموکراتی اشغال کرده است. کرسی های دیگر را نمایندگان 5 حزب دیگر سیاسی که آنها را حزب های رو به حکومت نام میبرند به خود اختصاص دادند. اما حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یگانه حزب مخالف در این انتخابات 105% را نگذشت و نتوانست وارد پارلمان شود. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نیز لازم ندانست حضور داشته باشد، گفته است که حزبش نتیجه انتخابات پارلمانی روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار عوض شده است رسما اعتراف نمی‌کند. نتیجه های ابتدایی انتخابات از ساعت 2:30 شب تا 6 صبح 2 مارت دیگر بود، از ساعت 6:30 صبح تا 11 روز دوشنبه تغییر یافت. در نهایت ساعت 15 پیش از اعلان نتیجه ها دیگر شد. او باور دارد نتیجه ابتدایی انتخابات پس از مشورت های چند ساعتی و با قول و عملی کردن قرار سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. نتیجه هایی که از طرف بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات خوانده شد نه حقوقی بلکه تصمیم سیاسی و ساخته و بافته است. این در حال است که رهبران احزاب دیگر از نتیجه های انتخابات راضی هستند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان که حزبش این دفعه 7 کرسی پارلمان را از خود کرد و بعد از حزب حاکم در جای دوم است، گفت امیدواری آنها از این هم بیشتر بود. لطیف‌زاده باور دارد ترغیبات گسترده در میان ساکنان دهها برایشان پیروزی آورده است، چون با گفته او حزب از منفعت های کشاورزان پشتیبانی میکند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان را چون پیشتره رئیسش عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکراتی را رهبرش سید جعفر عثمانزاده در مجلس نمایندگی خواهند کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان گفته است با یک کرسی قناعت میکنند. ما کوشش میکنیم یک کرسی هم باشد خوبتر کار کنیم. سید جعفر عثمانزاده گفته است انتخابات شفاف برگزار شده است و افزود که ناظرانشان یگان مورد تقلب را مشاهده نکردند. این در حال است که چند مورد آواز دادن یک نفر به جای چند عضو اویله با دوربین خبرنگاران و مردم افتاد و به رسانه ها راه یافت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان از روی فهرست حزبی که در صدر آن رستم قدرتوف ایستاده است صاحب 4 کرسی در مجلس نمایندگان شد. قدرتوف بعد از اعلان پیروزی گفته است با این شماره وکیلان میتوانند فراکسیا تشکیل دهند. این نوبت حزب کمونیستی تاجیکستان از حساب رویخط حزبی صاحب هیچ کرسی نشد، اما 2 عضو آن در حوزه های یک مندتی پیروز گردیده به پارلمان راه یافتند. رهبریت حزب درباره نتایج انتخابات هنوز چیزی نگفته است. از سال 1995 به این طرف این انتخابات 6 پارلمانی در تاجیکستان است. تا کنون کشورهای غربی به انتخابات های تاجیکستان بهای مثبت نداده، آنها را همواره آلوده به تقلب خواندند. اما ناظران کشورهای پاسوشورای و سازمان همکاری شانگهای روز 2 مارت گفتند انتخابات پارلمانی روز یکشنبه دموکراتیک بود. سوال هم اینجا این است که تا چی حد از 16% بیشتر آواز گرفتن 2 حزب جوانتر و نوشیناس در مقابل احزاب دارای تاریخ بیشتر و چهره های شناخته واقعیت دارد و چرا سوسیال ها را این بار هم به پارلمان راه ندادند. با وجودی آن که مردم زیاده در شبکه‌های اجتماعی گفتند به همین حزب آواز دادند و پیشتر هم اظهار آمادگی از دستگیری این حزب از سوی فعالان در شبکه‌ها زیاد بود. عظیم جان وهابوف کارشناس مسائل اجتماعی در این باره چنین نظر دارد؟ بله، چنانه که ما و شما مشاهده کردیم این انتخابات در واقع از انتخابات‌های قبلی هیچ
تفاوت نداشت و قبلا هم کارشناسان چنین پیش بینی میکردند با توجه به اینکه حکومت همان حکومت و رژیم قبلی است، بنابراین هیچ معجزه در این انتخابات رخ نخواهد داد. و چنانه که شما در اینجا قید کردید، البته دو حزب جوانی که نام بردید، اینها هر دو حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری، هر دو تقریبا در سال 2005 از طرف وزارت عدلیه به قید گرفته شدند و در آن زمان هم معلوم و یعنی معروف بود که این هر دو حزب کیسگی هستند. در واقع در این مدت چند سال اصلا بودجه حزب، هر دو حزب از طرف خود حکومت تامین می شود و از طرف دیگر اینها اعضا هم ندارند، چرا که تمامی بررسی و یعنی تفتیشاتی که از طرف حکومت و مخصوصا وزارت عدلیه نسبت حزب ها صورت می گیرد، این اصلا با فرمان حکومت است. اگر بخواهند اعضای حزب را، طرفداران حزب را 1 میلیون نشون می دهند، اگر بخواهند آنها می گویند که این حزب اعضا ندارد. بنابراین این هر دو حزب در واقع حزب کیسگی و ساخته خود حکومت بودند و حکومت حتی از حزب های کوچکی مخالفه که یعنی اگرچه اعضای کم هم داشته باشند، قدرت کم داشته باشند و حتی یعنی احتمال داشته باشد که 1 نفر از این حزب های واقعا مخالف به پارلمان راه بیابد میترسد. بنابراین یک حزب های گویو یعنی الترناتیوی ولی کیسگی رو در برابر یعنی حزب حاکم ایجاد کردند که هر چیزی که خود حزب حاکم میخواهد و یعنی میگویند همان را مثل توتیوار اینها یعنی تکرار میکنند و دقیقا همان سیاستی را پیش میبرند که خود حزب حاکم پیش میبرد. و از طرف دیگر یعنی خیلی که شما در اینجا دیدید، یعنی البته ذکر کردیم، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از حزب های یعنی آخرین اپوزیسیونی باقی مانده در تاجیکستان است و قبلا هم البته هیچ امیدی از اینکه این حزب رای بیارد در یعنی انتخابات گذشته هیچ امیدی نبود، ولی با وجود این خودی رهبریت حزب اعلان کردند که ما به خاطر یعنی اثبات اینکه انتخابات گویا چگونه میگذرد و به خاطر یک تجربه گرفتن در این انتخابات شرکت میکنیم گفته بودند، البته هیچ باوری نداشتند و یعنی این چیزی که پیش بینی میکردند به واقعیت تبدیل شد. بنابراین ما از این حکومت هیچ انتظاری نداشتیم و همان یعنی سناریو که خودشون تشکیل کرده بودند، همان سناریو به وقوع پیوست و در واقع این انتخابات برای انتخابات پرزیدنتی آینده یک گویاکی زمینه آماده کردن، یک زمینه مستحکم برای ادامه یعنی حکومت همین رژیم خانوادگی است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجلاسیه یکمی پارلمان نو را دعوت کرد. در این اجلاسیه رئیس و معاونان او اینچنین رئیسان کمیته و کمیسیه انتخاب می شوند. طور خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر می‌دهد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان امروز 3 مارس در باره دعوت اجلاسیه یکمی پالاته پایانی پارلمان جمهوری که وکیلانش در انتخابات روز یکمی مارس انتخاب شدند فرمان به امضا رسانید که بر اساس آن اجلاسیه یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم روز 17 مارس سال روان برگزار می‌شود. طبق معمول کار اجلاسیه از طرف کهنسالترین وکیل انتخاب شده که عبدالعلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان میباشد افتتاح خواهد شد. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی و نامزدی سپیکری پارلمان را برای محاکمه و تصدیق پیشنهاد میکند. به احتمال قوی این نفر محمد طاهر زاکرزاده سابق معاون سروزیر وکیل حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از حوزه انتخاباتی رقم 12 رشت خواهد بود. آگاهان امور با اطمینان میگویند که سیمراد فتحزاده وکیل از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و معاون اول پیشین رئیس این حزب با عنوان معاون اول رئیس مجلس نمایندگان و رعنای باباجانیان وکیل دیگر حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و نایب پیشین رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نایب دیگر رئیس پارلمان انتخاب می شوند. در اجلاسیه یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان دعوت ششم پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان نیز اشتراک میکند. کارشناسان بر این نظرند که رحمان برای خود یک پارلمان وفادار برای ادامه قدرت و یا انتقال آن به نزدیکانش تشکیل نموده است. شماره از تاجیکان مقیم در شهر وینا پایتخت اتریش دست به اعتراض زدند. آنها از مقامات اتریش درخواست نمودند به هیچ وجه حزب الله شوالیزاده یک پناهجوی تاجیک در این کشور را به تاجیکستان استرداد نکنند. با گفته این فعالان در حالت استرداد حزب الله شوالیزاده را به تاجیکستان او را مجازات و شکنجه خواهند کرد. این تظاهرات پیمان ملی تاجیکستان برپا کرد
و ما همچون مهمان آنجا دعوت شدیم و قضیه قضیه صفر انسانی است، چون که ما و شما میدونیم در حالتی که این بنده خدا رو به تاجیکستان دیپورت کنند او به اساس غیر قانونی پشت زندان خواهد رفت و هدف ما همین است که دیپورت نشود، یعنی دیپورت من شود و تا حال گفتن هیچی گفتن نمیشود که اگر نتیجه میدهند این تظاهرات یا اینکه آن مکتوب و بیانیه‌ای که ما و همشونان برادران و سازمانان بین المللی علاقه به حکومت اتریش روان کردند، ولی با امید هستیم، امیدوار هستیم که خداوند برادر ما را تنها نمیگذارد در این مشکلی و عاقبت این کار خیر باشد و چیزی شد یا نشد فردا نتیجه کار معلوم میشد. به هر حال ما از چیزی که از دست ما میآید ما کوشش داریم که در حق این برادر کنیم و ما شما میدونیم که خوب میدونیم که اگر که چنین ها و مثل حزب الله به تاجیکستان روند یا اینکه دیپورت شوند آنها را چی انتظار است در زندان ظالم. ما از سازمان ملل و دیگر سازمانهای حقوقی بشری تقاضا میکنیم که فقط به محکوم کردن بسنده نکردن راههای تاثیرگذارتر اختیار کنند. تا به حال توصیه های این سازمانها درباره فورا آزاد کردن زندانیان سیاسی از قبیل زید سعیدوف، بزرگ مهر، یاروف، محمدعلی حید و 11 تن دیگر در عمل فایده ای نداشت. ما از حکومت اتریش تقاضا میکنیم از تصمیم خود برای استرداد حزب الله شاه ولیف برگردد و نگذارد این برادری ما پس از استرداد در قبض کسانی قرار بگیرد که قطعا او را یا خواهند کشت و یا به زندان خواهند انداخت. یادآور میشویم در پی یک قرار دادگاه در وین حزب الله شاه ولیف پناهجوی تاجیک قرار است توسط پرواز سمت ترکیه به وطن بازگردانیده شود. در صورت تحقق پیدا کردن این تصمیم دومین مورد استرداد پناهجویان تاجیک از اروپا به تاجیکستان خواهد بود. قبلا مصطفی حیاتوف پناهنده تاجیک از ورشو به وطن استرداد شده بود. حسین عبدالصمدوف رهبر گروه تروریستی که ماه ایول سال 2018 در ناحیه دنگره به سیاحانی خارجی حمله کرده بودند در یکی از زندان‌های تاجیکستان وفات کرده است. منصور جان عمروف سردار سرایست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان این خبر را تصدیق کرده است و گفته است که در حال حاضر سبب مرگ ناگهانی عبدالصمدوف را مقامات پراکوراتورای ژنرالی معین می‌کنند. ما در دایره قانون کارمندان پراکوراتورا را دعوت کردیم. کارمندان پراکوراتورا تشخیص و اکسپرتیز تعیین کردند و جسد عبدالصمدوف را برای تشخیص گرفته بردند. همزمان وای افزوده است که عبدالصمدوف بیماری جدی نداشت، اما هر سری چند وقت به بیماری ها گرفتار می شد. سردار اداره زندان های تاجیکستان عین زمان از حسین عبدالصمدوف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروه حملوران به سیاحان را رهبری می کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرد. یکی از نزدیکان خانواده حسین عبدالصمدوف هم روز 3 مرد به رادیو آزادی گفت که جسد او را مقامات دیروز به نزدیکانش تسلیم کردند و قرار است مراسم جنازه او امروز در خانه یکی از برادرانش در اطراف دوشنبه برگزار شود. با گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. اما قبلا حسین عبدالصمدوف که به عنوان سرکرده گروه تروریستی محاکم به گردشگران خارجی در ناحیه دنگره محاکمه شده بود، گفته بود از بیماری گرده رنج می‌برد. در نخستین جلسه دادگاه که در بازداشتگاه شماره 1 شهر دوشنبه پشت درهای بسته برگزار شد، حسین عبدالصمدوف تاکید کرده بود که از کشتن گردشگران خارجی پشیمان نیست و این اقدام را در حمایت از گروه داعش انجام داده است. عبدالصمدوف همچنین گفته بود که دستور حمله به گردشگران دوچرخه سوار خارجی در ناحیه دنگره را از فرد داغستانی تباره با اسم نوحس دریافت کرده است که مسئول عملیات داعش در قلمرو کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل یا جامعه همسود است. حمله تروریستی به گروه گردشگران در دنگره 29 ایول سال 2018 رخ داد که در نتیجه 4 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیکستان اظهار داشتند که گروه جنایت پیشه تحت رهبری عبدالصمدوف اول با ماشین خود تمغه دئولگانز سیاحان خارجی را زیر کرده، سپس با کارت‌ها و تبر به عضوهای حیاتاً مهم نامبردگان ضربه های مرگ‌آور زدند.
در نتیجه 4 نفرشون به هلاکت رسیده. دیمند ام که جراحت وزنین به سلامتی برداشته، با همراهی پست مک ای که هجوم جنایتکاران را مشاهده کرده در کنار راه پنهان شده بود، جان به سلامت بردند. سیاه دیگر این گروه کذبت گژ که از همسفران خود عقیب مانده است زنده مانده است. هرچند مسئولیت حمله به سیاهان را گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت ایتیام مقامات تاجیکستان به سوی حزب نهضت اسلامی بلند گردید. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست داشتن خود در این حمله را قاطعانه رد کرد و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامید. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. حسین عبدالصمدوف از روی 9 اتهام، از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت‌ها متهم شد. دو تن از متهمان دیگر، کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، به 16 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین 12 متهم دیگر را به مهلت از 1 تا 1.5 سالی از آزادی محروم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 67 ساله خبر می‌دهد که با تشکیل و فروش آدمان مظنون دانسته می‌شود. این مرد که گفته می‌شود ساکن خیابان باربد دوشنبه بوده است، سال 2017 شرکت جمعیت دارای محصولیتش محدود امکان 2015 را تشکیل کرده، با مسئولیت پیشکی با شهروندان شایگری عربستان سعودی برای فریب به باوری زن 43 ساله ساکن کوچه قاروف پایتخت درآمده، او را به شهر ریاض شایگری عربستان سعودی برده است. در آن شهر این زن را مدتی زیاده از 6 ماه مورد استثمار مهنتی قرار داده، حقوقش را به پررگی محدود کردند و به مزد معاش و ساعت مقرری همچون غلام کار فرمودند. موردهای قاچاق انسان و بخصوص زنهای تاجیک در گذشته نیز از طرف مقامات انتظامی زیاد آشکار شده است. زنهای تاجیک عمدتاً از طریق میانه‌روها و با وعده تأمین جای کار و معاش مناسب به ترکیه، دبی و سعودی فرستاده و یا فروخته می‌شوند. بر پایه اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، نسبت به این مرد گمانبر از طرف پراکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 130 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی آدمربایی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد. 12 تن از شهروندان تاجیک که از سئول باز میگشتند در فرودگاه تاشکند به قرنطینه 2 هفته‌ای فرا گرفته شدند. تاجیکتن ناشری این خبر از منبع مقامات بهداشت ازبکستان نوشته است که این تصمیم با هدف جلوگیری از پهن شدن کرونا ویروس در ازبکستان گرفته شده است که اخیراً برخی از رسانه‌ها در این مورد با نشر رسانیدند. این معلومات را کاتب مطبوعاتی ازبکستان ایرویز نیز تصدیق کرده است. در همین حال اگنتی اویاسیای گرژدنی تاجیکستان روز 29 فوریه با ارسال یک برقیه فوری با مقصد پیشگیری احتمالیت پهنشوی بیماری کرونا ویروس و تأمین امنیتی سلامتی شهروندان جمهوری تاجیکستان به همه 9 شرکت هواپیمایی خارجی که به تاجیکستان پروازها انجام میدهند دستور داده است تا به شهروندان 35 کشور موقتا چیپتای پرواز به تاجیکستان نفروشند. شهروندان این کشورها از فرودگاه های تاجیکستان با خط سیر آمدهشان پس گردانیده می شوند. عزیز نبیزاده، معاون رئیس اگنتی به اسپوتنیک تاجیکستان گفته است این تصمیم با دستور و سپارش های حکومت و مشورت با اداره های زیر ربط تاجیکستان گرفته شده است. معاون رئیس اگنتی همچنین افزوده که شرکت ها باید از انتقال شهروندان کشورهایی که در آنها کرونا ویروس در حال گسترش است خودداری کنند. دولت های چین، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا، مالزی و یک قطار دولت های اروپایی و غربی و مثل ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا، شوئدیا، بلژیا، اسرائیل، خرواتیا، سوئیسریا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و امارات متحده عرب و ایران از جمله دولت های فهرست می باشند که باید از ورود شهروندانشان خودداری شود. در صورت عملی شدن چیپتا فروشی و انتقال شهروندان کشورهای بالاذکر با فرودگاه بین المللی جمهوری تاجیکستان، آنها از فرودگاه با خط سیر آمدهشان بازپس گردانیده می شوند. اما امروز رادیو آزادی از قول عزیز نبیزاده، معاون رئیس آژانسی اویاسیای گرژدنی تاجیکستان خبر داد که قرار منع پروازها و ورود شهروندان 35 کشور جهان به تاجیکستان امروز بکار کرده شده است. نبیزاده گفته است متخصصان به نتیجه رسیدند که بجز از 5 کشور جهان در کشورهای دیگر تعداد گرفتاران بیماری کرونا ویروس انگشت شمارند و نیاز به منع ورود شهروندان از کشورهای دیگر باقی نمانده است.
حالا ورودی مسافران تنها از 5 کشور یعنی چین، ایران، افغانستان، ایتالیا و کره جنوبی منع کرده شده است. شهروندان کشورهای دیگر در گذرگاه‌های مرزی تشخیص شده در صورت نبودن نشانه‌های بیماری میتوانند وارد تاجیکستان شوند و همزمان شهروندان متخصص چینی از این رویخط استثناء بوده بعد قرنطین وارد کشور میشوند. همچنین با دستور وزیر معارف تاجیکستان اشتراک طالب علمان تاجیک در آزمون‌های بین‌المللی موقتا منع کرده شده، همزمان محمد یوسف امامزاده وزیر معارف دستور داده است که همه محصلان با مکاتب با نقاب طبی حاضر شوند. این تصمیم امامزاده در رابطه با جلوگیری از پنشوی مریضی سیرویتی کرونا ویروس گرفته شده است، در حالی از تاجیکستان تا حال از گرفتارشوی ساکنان به این ویروس یگان مورد را به قید نگرفته است. متخصصان این بیماری برای پیشگیری سیرویت به این ویروس توصیه میدهند که هر یک نفر تازگی شخصی را رعایت نموده دستان را باید تست با صابون و یا محلول های بی‌ضرر گرداننده شویند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. پخش لایک و آبوناشوی را در شبکه ما فراموش نکنید. عکس و نوارهای جالب و مطلب و پیشنهادهایتان را طریق پشت الکترونی پیامک رسانهای تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با ما بفرستید. رقم برای تماس 48519 767 404. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.